خب اجازه بدید برویم سر اصل مطلب. و در هفته پیش در ارتباط با این دانش اتمی و اینها از کجا پیدا شده است و اینها صحبت کرد، اجازه فرمایید که بگردیم عقب‌تر یک سابقه تاریخی خدمت شما بدیم در باب این علوم که چگونه اینها پیدا شدن. خیلی مهم هست ما توجه کنیم بعض اوقات به این قضایای علمی در اروپا از قرن 17 به این سو با پشتیبانی اشراف، مجلات علمی که تعدادشون من در نام بردم در تیراژهای بسیار چاپ میشد و بین مردم توضیح میشد تا این حکمت عقلی، شیوه نگرش علمی و تجربی در جامعه گسترش پیدا کنه. این چیزیست که ما از درون کمبود داریم، یعنی اونقدر که خرافات و سخنان لاطائل گفته میشه و کتابها چاپ میشه، مطالب علمی چاپ نمیشه. من ندیدم نشریات علمی در ایران چاپ بشه برای کودکان یا برای بزرگسالان که ببینن آقا این چیز هست، کشفیات چه بوده، این تئوری های علمی از کجا اومده. اساسا نوع نگرش ما علمی نبوده. میخوام خدمت شما عرض کنم در قرن 4 هجری نگرش جامعه ایرانی خیلی علمی تر بوده تا در همین روزگار اخیر. به طور عموم عرض میکنم این همه فالگیر و جنگیر و امامزاده و اینا که هست هرگز نبوده. این 4 عالم پیدا شده بابا. خیلی مهم هست نگرش علمی، در واقع نگرش حقیقی به این جهان هستی بسیار بسیار چیز مهمی است. در روزگار قدیم مردم حوصله علم رو نداشتن، شیوه استدلال رو هم بلد نبودن، بنابراین خیلی راحت میشد اینها رو گول زد، خیلی راحت میشد گول زد. بعض اوقات نه اون کسی که میپرسید چیزی بلد بود، نه اون کسی که جواب میداد چیزی بلد بود، مرتب این رو به خدا منتسب میکرد. یعنی یکی از مقالطات مهم این است که ما چیزی رو که نمیدانیم به خدا منتسب کنیم، خیالمونم راحت. و قبول یک امر خرافی خیلی راحت تره، خیلی خوبه، فکر لازم نداره. پرسیدن که این خطوطی که ما در آسمان شبا میبینیم، آذرخش میبینیم چی هست، اینا چه چیزی است؟ فرمودن که اسلام این رو میگه که این شیطان لعین میخواد به درگاه خدا نزدیک بشه، جبرئیل سنگ پرت میکنه. خب جبرئیل سنگ و کلوخ پرت میکنه، شیطان فراری میده. خب حتی اگر کسی بداند که این چه چیزی است، حالا اون کسی که جواب داده نمیدونست این چه چیزی است، در این ادبیات اسلامی هم هست، حافظ هم گرفته این داستان رو، به سوی دیو مهن ناوک شهاب انداز. حالا به هر صورت، حالا اون کسی هم که اگر میداند بخواد توضیح علمی بده برای یک آدمی که نمیداند، حوصله‌اش رو سر میبره که آقا توضیح بده که آقا یک بیگ بنگی بوده، جهان هستی پیدا شده قریب 20 میلیارد سال پیش، بعد این اجرام برگرده هم جمع شدن و بر اثر سرعت ها به هم نمیخورن، چنین و چنان است، پار سنگ هایی اینا اضافات دستگاه خلقت بوده که اینها به دو نوع هستن، یکی اینا کامت بهشون میگن که اینها در واقع قطعات بزرگ یخ هستن، گرد و غبار کیهانی که اینها به صورت ستاره های دنباله دار ما میبینیم بعض اوقات از زمین، به جهت این بخار در واقع اون بخار آب است که اینو دنباله دار کرده، و میدیورایتس به قول معروف که اینها با سرعت خیلی زیاد حرکت میکنن و برخورد میکنن به جو زمین و بر اثر اصطکاک فوق العاده که هست اینها میسوزن. حالا اگر با زاویه تنگتری وارد بشن، یعنی با زاویه مناسبی اگر وارد بشن، ممکنه مقدار کمیش بسوزه، چون وقتی که با زاویه هرچی بیشتر باشه به 90 نزدیک بشه، برخوردش مثل که برخورد به جسم سختی است و ایجاد حرارت بیشتری میکنه، اصطکاک بیشتری میکنه. اگر زاویه‌اش هم کم باشه برخورد میکنه مثل که ما یه سنگی روی سطح آب میزدیم بچه بودیم، پرتاب میشه دوباره تو فضا. بنابراین وقتی وارد میشن اینها میسوزه و اگر خیلی بزرگ باشه بخشاش هم به زمین برخورد میکنه. در روسیه برخورد کرده، جاهای دیگه در مکزیک میگن که مثلا فرض کنید که دایناسورها رو از بین برده. این توضیحات خیلی مشکله و شنیدنش هم مشکله.
اما خیلی خوبه که بگوییم که آقا این جبرئیل داره کلوخ پرت میکنه، دینش هم محکمتر میشه، حالش هم بهتر میشه. تا این توضیحات. بنابراین اون چی باقی مونده از روزگار قدیم در این کتابهایی که ارزش منطقی و علمی ندارن، اینا خرافات، هیچ حقیقتی در اینها نیست. هر سران در این کتابهای دینی هیچ حقیقتی نیست، نهایتاً یک مش اخلاق لوکاله. شما به تورات نگاه کنید، اخلاقش کاملاً لوکاله، مال همون مردم و قبیله است. قرآن هم که نگاه کنید، اخلاقیاتش، مورالیتش، نگاهش به جهان همونیست که بین اعراب بوده. چیز مهمی درش نیست. نهایت چیزی که هست که خب حالا نمیدونم دزدی چیز بدیست و فلانی حرفا، که حالا بعضی جا هم حلال و خوبه و اینها، گیج کردن من رو. باری هیچ حقیقتی در اینا نیست. حالا به هر صورت برگردیم سر اصل موضوع. علم و معرفت در مدنیت‌های قدیم وجود داشته، هر کسی متناسب با احتیاجاتش تکاپوی می‌کرده، به خصوص پیش از پیدایش مذاهب نگرش مردم کاملا آفاقی بوده. یعنی وقتی به آسمان نگاه می‌کرد، هی جلل خالق نمی‌گفت، الله اکبر چی درست کرده و اینا رو نمی‌گفت، سعی می‌کرد بشناسه که این چی هست. دانشمندان یونانی پیش از ارسطو سوال می‌کردن. این آقای راسل میگوید که موتور روشنفکری سوال هست، شاید تا برای شما سوال مطرح نباشه جوابش هم پیدا نمیکنه. و در یک صحبتی در چیز در این آستین ما عرض کردیم که آدم مؤمن کسی که همه آموزه های کتابش رو پذیرفته، سوال براش مطرح نمیشه، چون همه جواباش داره. به دوست عزیز پاشدن هی پشت سرم اسم میگفتن، آره پیت سوال داشت، جک سوال داشت، از این حرفا که اصلا به حرف ما مربوط نبود، مربوط نبود. یعنی شما اجازه سوال نداری در بستر دین، شما فقط اون چه تحویل شما بدن قبول میکنی. حتی در دوره های قرون وسطا این زیر دستان عرض میکنن که کلیسا حق حرف زدن نداشتن، حق حرف زدن نداشتن. خود سنا گفتن ز ما ترک سناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. این همین معنی مولانا. یعنی شما وقتی حرف میزنی، کشیشا میگفتن به این زیر دستان اینا، داری اظهار وجود میکنی در مقابل خدا. تو وجودی نیستی، آدمی نیستی که حالا بخواه حرف هم بزنی. این است که اینا رو میکشیدن به سر، این عباها رو، و سنبون بکمون کاری نداشتن به این کارا. اما در روزگار قدیم سوال میکردن، مطرح میکردن، بر اثر سوال فکر میکردن. وقتی فکر میکردن به یک نتیجه میرسیدن، ممکن بود نتیجه غلط باشه، اما راهگشا بود برای متفکران آینده. 80% سخنانی که ارسطو در باب علم گفته اشتباهه، اما ارسطو مهمترین آدم روزگار قدیمه، به جهت اینکه باب معرفت رو او گشوده و بسیارانی دیگر، البته تنها نبوده. در باب جهان هستی، در باب نمیدونم گیاه شناسی، در باب بیولوژی، خیلی هم براجع به همه که صحبت کرده، خیلی هاش اشتباس به لحاظ علمی، اما همین که عمل کرده و آزمایشگاه داشته و تحقیق کرده، راه معرفت رو بر دیگران گشوده. بنابراین زمینه علم زمینه تفکر هست و زمینه سوال هست، زمینه دین زمینه تعبد هست و اجرا مثل ارتش میمونه. شما وقتی که یه سپهبدی دستور میده، نمیدونم یه گروهبانی یا یه سلشکری برو فلان کارو بکن، میگه قرآن به چه دلیل، حالا اگه بریم چی میشه، اگه نمیم چه خواهد شد. سوال نداریم در ارتش. این است که در زمینه دین و از زمینه ارتش روشنفکر به وجود نمیاد. کم داشتیم ما که میگن مثلا فلان سپهبد روشنفکر، نمیشه همچی چیزی، چون زمینه اجرای دستوره. نپرس تو سوال و کنکاش، دستور رو شما باید اجرا کنید. آدم دینی هم احتیاج به مغز نداره، در واقع هیچ مخ نمیخواد. دیندار بودن ابدا احتیاج به فکر نداره، چون شما خداوند معلوم کرده یه مشتکالی رو انجام میدی، چیزی نداری که سوال بکنی، حقی نداری که سوال بکنی.
خدا برای تو گفته تو کی هستی که حالا سوالم بکنی؟ در زمان چنین نبود. در عصر تالس تا میرسیم به عرض میکنن که هنیک زمان که خیلی بودن، دموکریتوس، لیوسیپوس، آدم های بزرگ، اینا خیلی کارها کردن. در یونان هندسه رو اختراع کردن، قوانین نوشتن، راجع به کهکشان ها سخن میگفتن. یک مجموعه عظیمی از معرفت یونانی وجود داشت که البته فرهنگ ها به هم تأثیر میذارن، کما اینکه هندسه رو به احتمال زیاد یونانی ها از مصری ها مخته بودن، احتمالا مصری ها از بابلی ها شاید مخته بودن. اینا چون روی نجوم و هندسه کار میکردن، این ساختمان سازی برایش خیلی مهم بوده. خیلی چیزها هندی ها کشف کرده بودن در زمینه ریاضی و نجوم و پزشکی، هندی ها، ایرانی ها. این است که این مدنیت های قدیم چیزها داشتن، یونانی ها اینها رو مدون کردن. ما از روزگار قدیم ایران یا یونان یا هندوستان اینها مطالب نوشتاری بسیار نداریم، اما یونانی ها اهل تألیف و تدوین بودن، این کارا رو انجام دادن تا روزگار الکساندر، در واقع اسکندر منحوس، اسکندر گرجستان که آمد و در واقع همه این دموکراسی که در منطقه بود، آزاداندیشی و آزاد فکری که در این جزایر یونانی بود، اینا یک سره از میون رفت و این آمد و اسکندریه رو پایتخت معرفت کرد، شهری ساخت در اسکندریه و اینجا خودش یک مکتبی به وجود آمد که در واقع برآیندی بود از معرفت عقلی یونانی و معرفت اشراقی شرقی. در اونجا هم از کنم فیلسوفان آمدن، یک چند کرکتر خیلی مهم داریم اونجا مثل اقلیدوس در هندسه و چند تن دیگر، اما هرگز این معرفت یورانی به درخشش آتن نرسید. اجازه فرمایید که من از وارتان خواهش کنم که یک موسیقی برای شما پخش بکنن، که مثل که قول دادن که استاد حسن کسایی باشن و استاد شهناز، بوی آقای شهناز، آقای تاج نمیدونم، حالا پخش بکنن تماشا بکنیم. وارتان لطفا موسیقی رو پخش کن. خب مثل که وارتان در اتاق فرمان نیست، نشید برد هست این؟ بله 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 بودن یک دقیقه. بله، اینها در اسکندریه جمع‌آوری شدن و خیلی داستانه شیرینی در این باب هست. یعنی میدونید که ارسطو معلم اسکندر بوده، به یک وجه زیادی در اختیار لابراتوار ارسطو گذاشته بود و تعداد زیادی مردمان در همین اطراف نیل گرفته بودن، در آفریقا و خاورمیانه گیاهان میفرستادن، مرحوم ارسطو رو اینا کار میکرد. از نزدیک تکامل ارسطو گذشته، واقعا لمس کرده و گذشته، نزدیک تکامل وری بهش دست پیدا نکرده، به جهت اینکه عرض میکنم که کاملا ذهنش متوجه مطلب نبوده. عرض کنم دو جلد کتاب آقای راسل نوشت. راسل یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم است و با اینکه تاریخ فلسفه بسیار نوشته شده توسط دیگران، اما این مهمترین بوده، هم به انگلیسی هست هم به فارسی. آقای دریابندری که به حمد الله و المنه در حیات هستن، گویا در سن 18 سالگی این کتاب رو ترجمه کردن. به نظر مخلص که انگلیسیش هم خوندم، خیلی خیلی ترجمه روان و خیلی خیلی خوبی کردن. اینه که توصیه میکنم دوستان در داخل ایران بچه‌ها این کتاب رو بگیرن و بخونم. در صفحه 68 پیرو مطالبی که از کنم خدمتون، میگوید گفتن که تالس در مصر سفر کرده و علم هندسه را از اونجا به یونان برده است، اما اون که مصریان از هندسه میدانستن بیشتر قواعد تجربی بود. یعنی اینکه تئورایز نکردن مصری ها هندسه رو، اینا به صورت قواعد تجربی یاد گرفته بودن. و دلیلی در دست نیست که بگوییم تالس به براهین استنتاجی بدون معنی که بعدها یونانیان کشف کردن رسیده باشد. به نظر می‌رسد که محاسبه دوری کشتی از ساحل به وسیله مشاهده کشتی در دو نقطه از خشکی و تعیین ارتفاع هرم از روی طول سایه اون از کشف‌های تالس باشد. بسیاری قضایای هندسی دیگر نیز به تالس منسوب است، ولی احتمال دارد که نسبت نادرست باشد.
تالس یکی از خردمندان هفتگانه یا حکمای سبعه بود که هر کدام به واسطه گفته پرمغزی شهرت داشتن. بنابر احادیث گفته تالس چنین بود است که آب بهترین است، چون سخن از عنصر میکنیم ما و اورانیوم یک عنصر هست. در روزگار قدیم بعضی فیلسوفان میگفتن که مادت المواد آب است، یکی میگفت مادت المواد آتش است، اینها. و سرانجام معتقد شده بودند به چهار عنصر آب و باد و خاک و اینها و آتش، و این معنی گسترش پیدا کرده بود که البته ارسطو یک عنصر پنجمی هم اضافه کرده بود. نزد هندی ها و چینی ها هم همین چهار عنصر هست. در ابتدای شاهنامه هم که نگاه بکنیم، حکیم فردوسی معتقد به این چهار عنصر بوده که جهان هستی از این چهار عنصر به وجود آمده. و با اینکه این بزرگوار در روزگار اسلامی میزیسته، این در واقع موضوع خلقت رو مطابق با این کتاب‌های مذهبی نپذیرفته، کما اینکه ابن سینا هم نپذیرفته و بیرونی هم نپذیرفته. اینها عقلا بودن، نگاه می‌کردن ببینن که پیشرفت علمی کجاست، نظرات علمی رو در کتاباشون میگنجانیدن. چون برای اینها هم مشخص شده بود که این سخنان غیر ممکنه، این حرفایی که میزدن معنی نمیداد در باب خلقت گیتی، که هنوز هم یک عده‌ای دنبال این قضایا هستن. باری در ما از اسکندر صحبت میکردیم و موضوع اسکندریه، و رفته رفته این مدنیت به انحطاط رفت. ما بارها اشاره کردیم به این داستان، تا اینکه امپراتوری روم اینا مسیحی شدن و رفته رفته این امپراتوری از امپراتوران به کلیسا منتقل شد، به کلیسا منتقل شد، و از زمانی که به دست کلیسا افتاد هیچ چیز تولید نشد. در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که مسیحیت از همون ابتدا دشمن علم و معرفت بوده، در حالی که اسلام اینجوری نبوده در واقع، یا نمیتوانستن باشد، چون اسلام کارش این بود که یک تعدادی آدم میفرستاد سرزمین ها رو بگیرن، یک اموالی دینا بدوزن یا کسب بکنن یا نمیدونم مالیات بگیرن بفرستن برای خلیفه، مردم کار خودشون رو میکردن. تا قرن حدود قرن ششم در ایران که این طلبه ها پیدا شدن، آدم های مثل غزالی و اینها که صریحا فتوا علیه معرفت دادن، بزرگان به وجود آمدن در این آبها که اینا توانستن این معارف یونانی رو تعبیر و تفسیر بکنن و خود اونها بر اونها بیفزاین و قرد از هر دو سرچشمه سود ببرن. آقای راسل، و عرض کنم که بسیاری از اروپاییان اندکی در واقع یوروپ سانترالیست هستن، یعنی که اینها بر این هستن که اروپاست که معرفت تولید کرده، آسیا میگوین مقلد معرفت، جای دیگه معرفت تولید نکرده. یعنی وقتی سخن از همین تمدن ایران میشود بعد از اسلام و اینها، میگوین اینها بیشتر تشریح و تبیین کارهای یونانی کردن، که البته درسته، اما به این خشکی نیست. یعنی اون طبی که از بقراط به دست رازی رسیده بود و ابن سینا و اینها، وقتی که به دست اروپایان رسید بسیار برتر بود از اون چه نمیدونم بقراط گفته بود، یا نجومی که اساسا یونانیان نجومی نداشتن. نجوم در منطقه هند و بابل و ایران و اینها بسیار پیشرفتش بیشتر بود از نجوم یونانی. بنابراین یک کتاب های مثل آثار بیرونی و اینها خیلی اهمیت داشته و بسی بالاتر از کارهای یونانی بوده که به جای گذاشتن. اما صحیح است که ببینیم در زمین فلسفه مکاتب بزرگ فلسفی رو ما تولید نکردیم. بارها من به قضیه اشاره کردم، اینا یا تشریح حرفای ابن سینا بوده. فکر میکنم اگر بگوییم تنها فیلسوف اصیل ایرانی هم رازی بوده، گزاف نگفتیم. بقیه هم عرض کنند که پیروان یونانی بودن، اما این معارف رو گسترش دادن، هیچ شکی به در تردید نیست. و اینها به در واقع کوردوبا رفته، اینها این کتاب ها و آثار، و نخستین کسان که اروپایی باشن به اونجا رفتن و این آثار به زبان عربی
تعلیق شده بودن از اونجا به اروپا بردن و رفته رفته معرفت اینا گسترش پیدا کرد. بعد از رنسانس ترجمه های بسیاری از این کارهای دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که در این زمین عرض کنند که کشورهای اسلامی کار کرده بودند تجربه کردند. اما اصل روشنفکری که سبب پیدایش معرفت شد و کشف شد همانا ثابت کردن خرافات کتابهای مذهبی بود. یعنی کلیسا از قرن پنجم تا قرن 15-16 با تکیه بر این آموزه ها جلوی معرفت رو گرفته بود به این بهانه که اینها رو خدا نوشته و آخری معرفت همینجاست، همه چیز در این هاست، در حالی که این کتاب های دینی هرگز چیزی رو کشف نکردن. آدم های دینی چیزی کشف نکردن، هیچی، حتی یه قرص آسپرین. به جهت این که وظیفه این کتاب هم این نبوده، در واقع اینا مبتنی بر عقل نیستن، اینا مبتنی بر ایمان هستن و کار خودش رو میکنه. این است که کلیسا یک سر در راه خطا بوده که اینها رو به عنوان کار علمی علم کرده بودن، در باب مسئله خلقت، در باب سرنوشت انسان، در باب سابقه انسان، همین داستانه بچگانه رو مرتب تکرار کرده بودن و بر روی هم میگوین قریب 6000 دانشمند بزرگ رو کشتن. که البته فراموش نکنیم در همین دوره های بعد از هارون هم که در روزگار هارون و پسرش مأمون و منصور و اواخر امویان دانشمندان بسیار پیدا شده بودن، کارهای بسیار بزرگی میکردن در زمینه ریاضی و نجوم و غیره و اینها، اینها هم اومدن بعد که کار به تعصب گرایید و گفتن دین اسلام در خطره و هر که معرفت بیاموزه، معرفت نجومی یا معرفت ریاضی، کافر میشود، اینها هم شروع کردن به عنوان زندیق کشتن دانشمندان. اما در اروپا میگن بر روی هم قریب 6000 دانشمند که خلاف نظرات انجیل سخنی گفته بودن در موضوع خلقت یا چیزها از این قبیل کشته بودن و از میان بردن. تا روزگار رنسانس هست که یک تجدید حیاتی هست در اروپا و قرن 17 هم که بارها در بابش صحبت کردیم که چگونه بود و با فیزیک آغاز شده و نجوم و فیزیک، اینها این دو معرفتی بوده که چشمها رو باز کرده و دنیا رو به گونه دیگر دید، به گونه دیگر دید و زبان دیگری کشف کرد جز زبان دین و ابواب معرفت رو گشوده. و از همون بعد از روزگار نیوتن این موضوع که عنصر چه چیزی است، عنصر ساده چگونه است و ترکیبات چگونه اند، این یک سوال خیلی مهمی بود. تمام رسیدیم به قرن 17 و قرن 18 هست که این موضوعاتی که بعدها منجر شد به علم اتمی اینا از اونجا آغاز شد. یعنی موضوع عناصر مطرح شد. رابرت بویل، لطفاً تصویر آقای رابرت بویل رو نشون بدین. این بویل خیلی مهمه، یعنی شک اسلوبی و آزمونگرایی رو این آقای بویل به میان انداخت. یعنی بویل بر این بود که صحت یک نظریه علمی رو باید در آزمایشگاه به اثبات رسوند. این آقای بول پدر امپریسیزم هست، تجربه گرایی، و یک کتابی هم دارد به نام شیمیدان شکاف و میتوانیم بگوییم که این آقا، بله، این آلات و ابزار آقای بول هست. و بول شهرتش امروز به واسطه قانون گاز هاست، رابطه حجم رو و عرض کنم که بله با فشار نشان میده. قانون بویل امروز ما تو مدرسه که درس میخوانیم با نام بویل و قوانین بویل آشنا میشویم. آقای بویل از 1627 به دنیا آمده، 1691 یک از این جهان میگفتیم از این جهان رفته، گفتن مشیری میگوید از این جهان رفته. آقا این اصطلاح دیگه، از کردن کسی از این جهان نمیده، از پشت میزش میره و در گور دوستانش اصلا ما یه چیزی بگوییم برای ما چیز بکنم. باری بله، آقای بول خیلی مهم هست، قوانین هست و کتاب شیمیدان شکاکش در واقع شک و تردید رو وارد جریان علمی هست که ما بایستی به دانسته هامون شک کنیم و باز آزمون کنیم و اون چه در میابیم ذهنی این رو در آزمایشگاه ببینیم میتوانیم اون رو به اثبات برسانیم یا نه. این است که آقای بویل خیلی خیلی مهم هست. بویل میگوید که ما
با آزمایش های امروزینمان و با تشکیلات آزمایشگاه امروزی نمیتوانیم تشخیص بدهیم ترکیبات کدامند و عناصر کدامند. اینکه عرض میکنم ترکیبات، مثلا کربن یک عنصر ساده است، قابل تقسیم به عنصر دیگری نیست، کربنه. اما وقتی که با اکسیژن ترکیب میشه، تبدیل میشه به گاز کربونیک CO2. یعنی وقتی نفس میکشیم تولید CO2 میکنیم. برای CO2 یا CO2 یک ترکیب، کمایی که هیدروژن یک عنصر سبکترین عنصرها، اما وقتی با اکسیژن ترکیب میشه H2O، یعنی دو اتم هیدروژن یک اکسیژن ایجاد آب میکنه. اینها رو نمیدانستن که چه چیزیست در واقع، و در اندیشه بودن که عناصر رو جدا بکنن در قرن 18 و شناسایی بکنن عناصر رو. یک دانشمند بزرگ دیگری که ما داریم آقای لاوازیه است، لاوازیه شیمیدان بزرگ فرانسه، که بهش میگفتن که دانشمندترین ثروتمندان یا ثروتمندترین دانشمندان. لطفاً تصویر آقای لاوازیه رو هم نشون بدیم. این آقای لاوازیه، عرض کنم که در جریان انقلاب فرانسه متاسفانه در اون جوش و خروش انقلابی ایشون رو هم گردن زدن. بله، شیمیدان بزرگ آقای لاوازیه. سعی لاوازیه بر این بود که ترکیبات رو از عناصر جدا کنه. یک جدولی هم ساخته بود که تعداد از عناصر رو در اونجا آورده بود، اما متاسفانه ترکیباتی هم وارد این جدول عناصر شده بود. یکی از مشکلات آقای لاوازیه بود که سوختن چه چیزیست، وقتی چیزی میسوزد چه اتفاقی داره میفته، شعله میکشه یعنی چی؟ این است که در همون عصر عرض می شود که پرسلی، دانشمند انگلیسی، لطفاً جوزف پرسلی هم نشون بدین، اینا پیامبران عصر جدید هستن. آقای جوزف پرسلی آمد و اکسیژن رو کشف کرد. جوزف پرسلی اکسیژن رو کشف کرد و نشون داد که برای حیات انسان‌های زنده اکسیژن مهمترین عنصر هست. یکی بله، آقای جوزف پرسلی هست، انگلیسی، به سال 1774 این مرد اکسیژن رو کشف کرد، گاز جدید کرد و ثابت کرد که این گاز بخشی از هوا و ضرورت موجودات زنده است. این یکی از مشکلات عمده آقای لاوازیه رو هم حل کرد، چون لاوازیه می‌نشست جلوی بخاری هی فکر می‌کرد که آقا این چه اتفاقی داره می‌افته، این شعله می‌کشه. پرسلی ثابت کرده بود که در واقع سوختن چیزی جز ترکیب با اکسیژن نیست. یعنی ما بخوام چیزی رو بسوزانیم حتما اکسیژن لازم داریم. مشکل لاوازیه حل شد. یه کاری دیگری که فکر میکنم آقای لاوازیه کرده، در باب الماس دروغهای شاخدار بسیار میگفتن. یکی میگفت که رعد و برق که میشه میخوره به زمین، میره داخل زمین، اونجا الماس ایجاد میشه. من شنیدم در بختیاری ما وقتی رعد و برق به کوه برخورد میکرد، میگفتن نمد میذاشتن جای اونجا که وقتی الماس درشو بخواد برگرده الماس رو بگیره. از اینجور خرافات عرض کنم که در روزگار قدیم زیاد بود. بعد این آقای فکر میکنن لاوازیه، یکی از شیمیدانای دیگر فرانسه بود که آمد و الماسشون دروغوها میامدن و شیوه های تولید الماس رو به بزرگان میفروختن که ما میتوانیم این الماس رو بسازیم، چنین است و چنان است، و خرافات بسیاری بود. با عرض کنم که این آقای لاوازیه است یا اون شیمیدان دیگر آمده و یک کار هوشمندانه کرده، یک قطعه الماس گذاشته زیر یک در واقع شیشه و از بیرون با ذره‌بین مقابل خورشید متمرکز کرده حرارت زیاد رو به الماس، الماس تا آخر سوخته. وقتی که سوخته شیشه رو بلند کرده برده آزمایشگاه، دیده که این الماس چیزی جز کربن خالص نیست، به جهت اینکه در زیر اون محفظه که این سوخته بود گاز CO2 یعنی کربن با اکسیژن ترکیب شده، تولید گاز کربونیک کرده. بنابراین معلوم شد که الماس یک چیز عجیب غریبی نیست، کربن خالص هست که بر اثر عرض کنند که شرایط خاص کره زمین و فشارها و حرارت دراز مدت تولید میشه در داخل زمین. اینها از کشفیات مهم قرن
18 هست، از جمله کاشفان بزرگ مارتین کلافورد. لطفاً مارتین کلافورد رو هم نشون بدیم چون بحثش به بحث ما مربوط هست. این مرد رو بشناسیم، در دانشگاه برلین این مرد آمد و عنصر اورانیوم رو، بله این آقای کلافورد اولین کسی است که اورانیوم رو ایشون کشف کرد و نامگذاری هم از خود ایشون هست، اورانیوم 92. بله بله اورانیوم 92238 از کشفیات مارتین کلافورد، دانشمند آلمانی است در برلین. بله این در سرها امروز بله این پیچ بلانس سنگ معدن اورانیوم هست که بعد از این استخراج میشه. آقای مارتین کلافورد کاشف اورانیوم، بله به سال 1781 آقای مارتین کلافورد عنصر اورانیوم رو کشف کرد. بعد ما میرسیم به عرض کنم که هنری کاماندیش. کاماندیش رو هم اگه عکسشو داره نشون بدین، یا دانشمندای کلیدی قرن 18 و 19 هستن. هنری کاماندیش آمد، یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که تا قرن 18 این آقای کاماندیشه، آدم نمیدونست آب چه چیزی، آب رو ما نمیشناختیم. بله کاماندیش آمد بر اثر تجزیه آب توانست چه بکنن؟ نشون داد که آب یک ترکیبی است از دو گاز. بله اینا هم دستگاه آزمایشگاهی ایشون هست، یک ترکیبی است از دو گاز، گاز هیدروژن. اصلا هیدرو به معنی آب، هر جا هیدرو شنیدید یه چیزی به آب مربوط است، میگوییم هیدرو الکتریک پاور، یعنی که ما با صد تولید برق بکنیم. هیدروه، هیدرو یعنی آب، هیدروژن یعنی آبزا، یعنی جایی که اکسیژن باشه، ما هیدروژن هم بسوزونیم تولید آب میکنه. آقای هنری کاماندیش، اینا دانشمندای کلیدی هستن، کشفای کلیدی کردن. و بعد میگی وقت ما داره تمام چه وقت چقدر وقت ما تمام شد، می‌خواستیم در باب مندلیف صحبت کنیم، دیمیتری مندلیف دانشمند روسی، که این آمد و متوجه شد که این عناصر، بله آقای مندلیف هست در روزگار پیری، یکی از مشهورترین دانشمندان تاریخ هست آقای مندلیف، اهل سیبری بوده، ریشش هم نمیتراشید، بعض اوقات میتراشید به شرحی که خواهم گفت، به این جدول تناوبی است در واقع، چون خواص این عناصر به تناوب پدیدار تکرار میشن، این است که periodic table of elements گفته میشه. اینها در مشرق زمین ایران اینها میگوین جدول مندلیف، اما در آمریکا و اروپا فکر کنم میگوین periodic table of the elements. این مرد خیلی بزرگ بوده و پیشبینی کرد که فرض کنید که یک عنصری اگر کشف بشه و این جای خالی رو پر بکنه، این خاصیت رو خواهد داشت. در روزگار آقای مندلیف هنوز زنده بود که عناصر دیگری کشف شدن با همون ویژگی‌هایی که اون میگفت، چون اساس علمی داشت کار دیمیتری مندلیف. ما چه کردیم اونجا؟ در دربارها شعر می‌خواندیم و خر خوب، خر سفید خوب پالان میکردیم، اگر نداشتیم اسب، اسب سفید می‌بردیم در دروازه کاشون یا سبزوار که امام زمان بیاد سوار شه، ما هم رکابش بگیریم دنیا رو آباد کنه با کشتن، اونقدر بکشه که خون برسه به رکاب اسبش، بعد بگوییم امام کشتی کافی شد، پر علم پر معرفت کرد یا عدالت بس شد، دست بکند با این انگشتش این گالش خونین علی اصغر رو در بیاد بگه کافیه، ما میگم نه امام کافی نیست بکش. ما هم در این اندیشه ها بودیم در وضعیت انحطاط، در واقع روزگار قرون وسطای ما بعد از رنسانس ما بوده، ببینید ما چه وارونه بوده کارمون. مرسی وارتان جان، از شما هموطنان سپاسگزارم که توجه فرمودید، عرض مخلص، تا برنامه دیگر درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.